سرخط خبرها. آمریکا در صدد اعمال سنگین‌ترین تحریم‌ها علیه ایران. همزمان روحانی از روسیه و چین خواست جلوی اقدام برای تمدید منع فروش اسلحه بایستند. مرگ شاعر نامدار افغان حیدری وجودی در 81 سالگی درگذشت. تشدید ناامنی غذایی بر اثر بحران کرونا، سازمان ملل میگوید صدها میلیون نفر در خطر گرسنگی‌اند. و نگرانی ساکنان بومی جنگل‌های آمازون از شیوع کرونا. سلام، خوش اومدید به یک بخش خبری دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. گروهی از نمایندگان جمهوری خواه کنگره آمریکا امروز پیشنهادهایی به کنگره ارائه می‌کنند که گفته شده شامل سنگین‌ترین تحریم‌ها علیه ایران است. این تحریم‌ها به موازات سیاست فشار حداکثری دولت آمریکاست. یکی از پیشنهادها موظف کردن دولت به جلوگیری از فروش تسلیحات به ایران است. دولت ترامپ برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران که طبق قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل حدود 4 ماه دیگر به پایان میرسد تلاش میکند. رئیس جمهوری ایران امروز از روسیه و چین خواست جلوی این اقدام آمریکا بایستند. جزئیات بیشتر در گزارش کسرانچی. شورای امنیت سازمان ملل در نیویورک، میدان تازه رویارویی ایران و آمریکا. این بار بر سر تمدید تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران. اینجا آمریکا کوشش دیپلماتیک تازه‌ای را برای جلوگیری از به سر رسیدن مدت تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران در قطعنامه 2231 شروع کرده. بر اساس این قطعنامه که توافق هسته‌ای را در چارچوب سازمان ملل قرار داد، تحریم‌های بین‌المللی تسلیحاتی علیه ایران روز 18 اکتبر 27 مهر به سر می رسد. تاریخی که آمریکا می خواهد آن را تمدید کند. We would like to have the council extend the resolution. ما می خواهیم شورای امنیت قطعنامه 2231 را از طریق پذیرش قطعنامه تازه‌ای تمدید کند که هدف ما را تأمین کند. ولی اگر یکی از اعضای دائمی شورای امنیت وتو کند، در آن صورت ما حق داریم که در چهارچوب قطعنامه 2231 همه تحریم‌ها را دوباره برگردانیم. همان مکانیسم برگشت سریع. گزارش شده وزیران خارجه روسیه و چین با نیم نگاهی به بازار بالقوه مهم برای تسلیحات در ایران، حالا در نامه‌هایی به رئیس شورای امنیت با کوشش تازه آمریکا مخالفت کردند. آنها میگویند این کوشش برخلاف قوانین بین‌المللی است، چون آمریکا از توافق هسته‌ای خارج شده و دیگر نمیتواند از مزایای آن برخوردار باشد. در همین حال کنگره هم به کمک دولت آمریکا برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی آمد. گروهی از نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره امروز مجموعه پیشنهادهایی را ارائه می‌کنند که هدفش تشدید فشار حداکثری علیه ایران است. در این پیشنهادها دولت آمریکا موظف است که تحریم‌های تسلیحاتی ایران را هدف قرار بدهد و کشورها، شرکت‌های تسلیحاتی، بانک‌ها و شرکت‌های کشتیرانی که در ارسال تسلیحات به ایران نقشی دارند تحریم کند. در پیشنهادها از جمله فروش برق از ایران به عراق باید قطع شود. گروه‌های مسلح و نیابتی ایران در عراق باید تحریم شوند. و در آینده هم هیچ دولتی نتواند بدون تصویب کنگره تحریم‌ها علیه ایران را لغو کند. خودشون رو به عمل بیارن که رئیس جمهوری ایران از سوی دیگر امروز گفت آمریکا نمیتواند از پیشرفت‌های ایران در ساخت تسلیحات جلوگیری کند، اگرچه گزارش شده که مقام‌های ایران به روسیه و چین گفتند که هر نوع تمدید تسلیحاتی ایران بدون واکنش تند این کشور نخواهد بود. توانمندی دفاعیمون رو بالا میبریم. یا آمریکایی‌ها بدونن، قطعنامه ببرن، کاری بکنن، کاری نکنن، ضربه بزنن به 2231، این رو باید بفهمن توانمندی دفاعی ایران در همه شرایط، در شرایط سخت، در شرایط تحریم. ما در همین سالهای گذشته که در شرایط سخت تحریم بودیم، بهترین سیستم‌های پدافند هوایی رو طراحی کردیم و با همین سیستم پهباد آمریکایی رو زدیم. در این شرایط به نظر می‌رسد که شاید آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
که روز جمعه به دست اعضا رسیده کار را برای آمریکا تا حدی آسان کند. در این گزارش گفته شده که ایران برخلاف تعهداتش در توافق هسته‌ای از دسترسی بازرسان آژانس به بعضی از سایت‌های اتمی جلوگیری می‌کند. در حالی که برخلاف تعهداتش ذخیره اورانیوم غنی شده‌اش را هم افزایش می‌دهد. گزارشی که ممکن است قدرت‌های اروپایی را متقاعد کند که شاید عمر توافق هسته‌ای برجام به پایان رسیده. کسروناجی، بی بی سی. محمد جواد شعله‌سعدی، کارشناس حقوق بین‌الملل از پاریس با ما هست. آقای شعله‌سعدی، به نظر میرسه که آمریکا جدی‌تر شده حالا در پیشبرد هدفش در اینکه تحریم خرید سلاح رو برای ایران نگه داره. چقدر فکر می‌کنید آمریکا بتونه موفق بشه و چقدر امیدهای آقای روحانی به روسیه و چین درست هست یا صحیح هست در حال حاضر؟ این بند از در واقع قطعنامه 2231 شاید میشه گفت تنها وارث زنده برجام هستش و تنها موردی هست که در واقع ایران یک منفعت ملموسی رو میتونه ادعا کنه که از برجام میبره و خارج از اون عملا برجام دیگه ماهیتا زنده نیست و کارایی خاصی نداره. برای همین دولت آمریکا و شخص آقای ترامپ شدیداً تلاش میکنه که در واقع این تنها منفعت رو هم از ایران بگیره و عملاً برجام رو کاملاً نابود نگه داره و نابود بکنه. چند تا سناریو محتمل هست. یکی این که الان آمریکا اقدام کرده که قطعنامه جدیدی رو برای تحریم تسلیحاتی ایران به سازمان ملل ببره. با توجه به مخالفت‌های چین و روسیه بعید هست که در واقع این قطعنامه توی سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل رأی بیاره و وتو قرار گرفته نشه و این احتمال بسیار کمی داره که از این راه آمریکا بتونه در واقع پیش ببره کارش رو. ولی سناریوهای دیگه وجود داره. آمریکا بارها اعلام کرده در این هفته‌ها و ماه‌های گذشته که عملاً دوباره خودش رو عضو برجام میدونه و میتونه در واقع مکانیزم حل اختلاف و اصطلاحاً مکانیزم ماشه رو به در واقع فعالیت بکشونه و فعال بکنه و از اون طریق در واقع تمام تحریم‌های ایران رو من جمله تحریم‌های تسلیحاتی که قطعنامه 2231 لغو کرده رو همه رو برگردونه. این ادعای آمریکا من فکر می‌کنم که خیلی جایگاهی نداره و هیچ کشوری تا الان در واقع این رو خیلی جدی نگرفته و حتی اتحادیه اروپا هم این رو در واقع غیر ممکن دونستن که با توجه به اظهارات صریح و تکراری رئیس جمهور آمریکا و رفتار کشور آمریکا، دولت آمریکا نسبت به برجام، بشه همچنان آمریکا رو عضوی از برجام قلم داد کرد که بتونه همچین کاری رو انجام بده. ولی سناریوی دیگه ای هم محتمل هست و من این رو فکر می‌کنم بیشتر از بقیه سناریوها احتمال انجامش وجود داره، این هست که آمریکا تحت فشار بتونه مثلا با همراهی احتمالاً دولت انگلستان و سقوط دولت فرانسه مثلا این مکانیزم رو از طریق این کشور، از طریق انگلیس مثلا به در واقع جریان بندازه و از اون طریق در واقع این مکانیزم ماشه فعال بشه و تحریم‌های ایران برگرده و نهایتاً این شانس هست که همچین اتفاقی بیفته. خب این بستگی داره به این که این کشورها تا چه حد در مقابل آمریکا ایستادگی بکنن، ولی من فکر می‌کنم با توجه به شرایطی که انگلیس داره نسبت به برگزیت و مسائل داخلی اتحادیه اروپا، اینا مخالفت شدیدی نخواهند کرد و برها میتونن سر این قضیه با آمریکا معامله بکنن. ممنونم از شما آقای شعله‌سعدی، ببخشید وقت بیشتری نداریم، امیدوارم در فرصت دیگری بتونیم بیشتر در این مورد صحبت بکنیم. محمد جواد شعله‌سعدی، کارشناس حقوق بین‌الملل از پاریس. وزارت بهداشت ایران اعلام کرده در شبانه روز گذشته بیش از 2000 مورد جدید ابتلا به کرونا در این کشور شناسایی شده و 81 نفر جان باختند. طبق آمار رسمی تا به حال نزدیک به 178000 نفر مبتلا به کرونا در ایران ثبت شده و حدود 8500 نفر جانشان را از دست دادند. به گفته وزارت بهداشت، وضعیت استان‌های خوزستان، کردستان و کرمانشاه از نظر شیوع کرونا قرمز است و 6 استان هم در وضعیت هشدار قرار دارند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید با مرگ 21 نفر دیگر بر اثر کرونا شمار جانباختگان به 405 نفر رسیده. در شبانه روز گذشته بیش از 680 مبتلای جدید هم ثبت شده و به این ترتیب آمار رسمی مبتلایان به بیش از 22000 نفر رسیده. همزمان احمد جواد عثمانی، سرپرست وزارت صحت عامه، گفته کمبود کپسول‌های اکسیژن در بیمارستان‌های ویژه کرونا در کابل برطرف شده. با اصلاح قانون کیفری در پارلمان تاجیکستان از امروز کسانی که
به عمد بیماری‌های عفونی و همگیر را گسترش دهند از 2 تا 5 سال زندانی خواهند شد. عاملان انتشار اخبار نادرست درباره بیماری‌های همگیر هم از $57 تا $1,130 جریمه می‌شوند. طبق قانون جدید ماسک نزدن در اماکن عمومی و رعایت نکردن فاصله 2 متر هم جرم محسوب می‌شود و متخلفان از $11 تا $28 جریمه می‌شوند. جلسه دوم دادگاه اکبر طبری معاون پیشین حوزه ریاست قوه قضاییه ایران برگزار شد. آقای طبری در این جلسه با رد اتهام‌های وارد شده گفت صادقانه خدمت کرده و بیشتر اتهامات پرونده‌سازی و مربوط به سال‌های گذشته است و اکثرشان مختومه شده. اکبر طبری به گرفتن رشوه، پولشویی و جعل سند در دوران فعالیتش در قوه قضاییه متهم شده. او 20 سال در قوه قضاییه فعالیت داشت و مدیر کل امور مالی قوه قضاییه هم بود. اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون نماینده مجلس ایران به کمیسیون تحقیق فرستاده شد. این در حالی است که اعتبارنامه او دیروز با 9 رأی موافق و 7 رأی مخالف تصویب شده بود. در جلسه امروز مجلس با اعتراض بعضی از نماینده ها رئیس مجلس تصمیم گرفت اعتبارنامه آقای تاجگردون در کمیسیون تحقیق بررسی شود. عده‌ای از نمایندگان او را که از گچساران رأی آورده و در مجلس قبلی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه بوده به اعمال نفوذ و سوء استفاده از موقعیت متهم کردند. معاون برون‌مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که به علت کمبود بودجه شبکه‌های بین‌المللی این سازمان ممکن است طی هفته‌های آینده از روی ماهواره حذف شوند. پیمان جبلی گفته علی‌رغم تلاش‌های صدا و سیما در 5 ماه گذشته دلار سهمیه‌ای این سازمان پرداخت نشده. پرسیوی، العالم و آیفیلم شبکه‌هایی هستند که احتمال حذف آنها از روی ماهواره مطرح شده. پیشتر هم شبکه‌های الکوثر، رادیوی دری و سحر اردو به علت پرداخت نکردن بدهی قطع شده بودند. حیدری وجودی، شاعر نامدار افغانستان، در 81 سالگی درگذشت. او شعر گفتن رو از 12 سالگی شروع کرد و با غزل‌های عارفانش خیلی زود به نامی آشنا در میان شاعران افغانستان بدل شد. حیدری وجودی در میان مریدانش به نجم العرفا مشهور بود. ابوطالب مظفری، شاعر و نویسنده افغان، از مشهد با ما هست. آقای مظفری، کمی بهمون از آقای حیدری وجودی بگید. چه شده بود که او رو به عنوان نجم العرفا میشناختند؟ با عرض سلام خدمت شما، من ابتدا در گذشت جناب استاد حیدری وجودی رو تسلیت میگم. به گمان من این عنوانی بود که در همین دهه اخیر در بزرگ داشته که برای ایشان در کابل گرفته شد و به نام شبهای کابل نام یاد می شد، این عنوان بهش تقدیم شد و قبل از او چون این عنوانی نبود. این عنوان حاکی از این بود که در میان شاعران ما در چند دهه اخیر گرایش، اونایی که گرایش عرفانی داشتند، رخ در نقاب خاک کشیده بودند و بیشتر شاعرانی که فعالیت میکرد در حوزه اجتماع و سیاست و شاعران از این دست بود. اون نسل از شاعرانی که گرایش های عرفانی داشتن متاسفانه کم بود و تنها یکی از اون بازماندگان جناب حیدری وجودی بود و به همین دلیل دوستان در اون برنامه بزرگ داشت این عنوان رو بهشان تقدیم کرده بودند. که شعرهایی که بر آقای حیدری وجودی تأثیر بیشتری گذاشته بودند کیا بودند از شعرهای کلاسیک؟ خودشان در زندگی نامه های خودشان تعداد رو ذکر کردند و از جمله اونی که خیلی تاکید داشت صوفی اشعری بود. یعنی صوفی اشعری کسی بوده که بیشتر با جناب وجودی مراوده داشته و شعرشون رو میخوانده و تشویق میکرده، اما طوری که خودش نوشته در جای من خواندم این تشویق ها جنبه نقد نداشته، ولی خب حداقل جنبه تشویقی داشته. در این روزگار خب با شاعران بسیار زیاد دیگری همیشون ارتباط داشته که نام‌های بسیار زیادی هست، از جمله همین صوفی اشعری بیشتر. و کمی هم از میراث آقای حیدری وجودی برای ما بگید. او چه باقی گذاشته، چه از او مانده؟ صوفی اشعری هنوز متاسفانه، یعنی ما در همین روزهایی که ایشان از دنیا رفت
قرار بود که دیوان شعری از ایشان در حال تصحیح بود. دوستمان جناب استاد کاظمی آن را صفحه‌آرایی و کار می‌کرد. هنوز دیوان کاملی از ایشان چاپ نشده، یعنی دیوان ویراسته ای. البته یکی کارش در مجموعه های پراکنده چاپ شده که متنوع هست، اغلب در قالب های کلاسیک هست، غزل و مثنوی و قصیده، ولی غزل بیشتر قالب کاریشون هست. ولی خب هنوز متاسفانه کاری پیراسته ای از ایشون چاپ نشده بود. در زمینه موضوعات کاریشون همونطور که معروف هست، بیشتر جز در شمار شاعران رومانتیک که سرای افغانستان هست که شعرش تغزلی عاشقانه هست با زبان بسیار روان و ساده و گاه اصطلاحاتی که در حوزه لهجه کابلی به یک معنا رایج هست، و در اون مایه شعرشون کم و بیش عرفانی است. البته آنطوری که شناخته میشه ایشون در شعرش کمتر نمودهای عرفانی ظهور داره، ایشون بیشتر در عملش و در سلوکش شاعری بود که به عرفان گرایش داشت. ممنونم از وقت شما. کاش فرصت بیشتری داشتیم، میتونستیم از شما بخوام که یکی از شعرهای او رو هم برای ما بخوانید، اما متاسفانه فرصتش نیست. امیدوارم بیننده های ما خودشون شعرهای او رو بخوانند. ابوطالب مظفری، شاعر و نویسنده از شهر مشهد. به میانه برنامه رسیدیم، نگاهی بندازیم به سرخط خبرهای ما امروز. همزمان با تلاش نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره آمریکا برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران، رئیس جمهوری ایران از روسیه و چین خواست جلوی اقدام آمریکا برای تمدید منع فروش اسلحه به کشور را بگیرند. حیدری وجودی، شاعر سرشناس افغان، در 81 سالگی درگذشت. در ادامه این برنامه، نگرانی ساکنان بومی جنگل‌های آمازون از شیوع کرونا. مرکز تجاری فرهنگی ایران و هلند میگوید نه در جریان روند قرارداد مارک ویلموت، سرمربی سابق تیم ملی ایران بوده و نه از آن درآمدی کسب کرده. مهدی تاج، رئیس سابق فدراسیون فوتبال ایران، این موضوع را مطرح کرده بود. فیفا به بی بی سی فارسی گفته که در حال بررسی شکایت مارک ویلموت از فدراسیون فوتبال ایران است. مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی از دانمارک با ما هست. آقای رستم‌پور، به نظر میرسه که یک بن‌بستی در داستان‌هایی که برای فدراسیون فوتبال ایران پیش میاد اتفاق افتاده. کمی بهمون بگید که این داستان جدید چه هست؟ در واقع از اواخر دهه 60 که ناصر نوآموز رئیس فدراسیون بود و بعد از او آقای صفایی فراهانی، محمد دادکان، علی رغم انتقاداتی که ممکنه به اونها هم وارد باشه، اما فدراسیون هاشون رو آبرومندانه اداره میکردن، موفقیت های بزرگی به دست اومد، باشگاهمون قهرمان آسیا شدن، تیم ملی سه مرتبه فاتح بازی های آسیایی شد، صعود به جام جهانی بود و هیچ یک از این حواشی در اون مقطع زمانی در فدراسیون های اونها وجود نداشت. اما مشکلات فوتبال ایران و وضعیت کنونی از سال 1386، یعنی از اوائل ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، دو نفر که از اونها به عنوان سیستم پوتین مدودف در فوتبال ایران یاد میشه، یعنی آقایان کفاشیان و تاج، پدید اومده، استمرار داشته، متعلق به امروز هم نیست، گرچه امروز بسیار پررنگ شده این ماجرا، صرفا به خاطر اینه که در سالهای گذشته بسیاری در صدا و سیما و رسانه‌های ورزشی معتقد بودن که اگه یه تیم ملی مقتدر داشته باشیم بقیه مسائل فوتبال مهم نیست، اولویت اینه که تیم ملیمون بدرخشه. ولی می‌بینیم که این دیدگاه تا چند اندازه اشتباه بود و امروز چقدر فدراسیون فوتبال غرق در نابسامانی، مشکلات اداری، مشکل با فیفا، اساسنامه نداره، انتخاباتش برگزار نشده، منتظر کمیته انتقالی تشکیل بشه، رئیس فدراسیون نداره، تکلیف لیگش نامشخصه، هر کدوم از تیم‌ها یک حرفی می‌زنن و تیم‌های ملی ما زنان و مردان در تمام رده‌های سنی بلا تکلیف هستن و هیچ برنامه‌ای برای فردای خودشون ندارن. امروز علی کفاشیان در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم هم گفته که میخواد به فدراسیون فوتبال برگرده، یعنی اون چیزی که شما اسم برید ازش ظاهراً قصد بازگشت به فدراسیون رو هم داره. چقدر شانسش رو میبینید که واقعا شانسی داشته باشه برای اینکه برگرده به فدراسیون دوباره؟ اصلا عجیب نیست بازگشت آقای کفاشیان، و جالبه که در همین فدراسیون فوتبال کمیته اخلاق آقای کفاشیان و مادام العمر به اتفاق عباس ترابیان از فعالیت‌های فوتبالی محروم کرده، چون حق پخشی رو که باید به حساب فدراسیون واریز می‌کردن
به حساب شخصیشون ریختن، اما میبینیم که چقدر سینه ستبر کردن و میگم ما برمیگردیم به فوتبال. آقای تاج که مسئول این نابسامانی ها بوده در سالهای اخیر در صدا و سیما، همین هفته ظاهر شد و با یک لحن بسیار طلبکارانه با افکار عمومی صحبت کرد. هیچ مشکلی رو در واقع اون مسئولیتش رو به عهده نمیگیرن و اوضاع انقدر تلخ و شگفت‌آوره که حتی جاهایی مثل مؤسسه فرهنگی تجاری ایران هلند که اصلا معلوم نیست فعالیت فرهنگی چه بوده، چون تصاویری که ما دیدیم صرفا جمعی از مسئولین جمهوری اسلامی رفتن اونجا عکس گرفتن، افتتاح کردن، حالا کارشون هرچیه طبیعتا فوتبال نیست، ولی با یک لحن بسیار تندی در بیانیه‌شون گفتن که ما تو این قرارداد سهمی نداشتیم، نفتی نداشتیم، ما فقط گزینه سرمربیگری رو معرفی کردیم. خب وقتی گزینه سرمربیگری رو اونها معرفی میکنن و فدراسیون هم چنین شرایطی داره، طبیعتاً فوتبال ایران هم به این شکل غرق در نابسامانی و متاسفانه. ممنونم از شما آقای رستم‌پور، معذرت میخوام که حرفتون رو قطع میکنم. مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی. با در جهان 820 میلیون نفر گرسنه‌اند و این رقم ممکنه با رکود اقتصادی ناشی از بحران کرونا بسیار بیشتر بشه. این هشدار دیگر این بار از طرف دبیرکل سازمان ملل است که امروز آماری تکان دهنده از ناامنی غذایی و تاثیر اون بر صدها میلیون نفر به خصوص کودکان ارائه کرد. آنتونی گوترش راهکارهایی برای جلوگیری از گرسنگی در میان مردمان فقیر و آسیب پذیر هم گفت یا ارائه کرد. سیاوش اردلان گزارش بود. گرسنگی همیشه اینجا یک معضل بود، اما حالا با بحران کرونا این کودکان حاشیه نشین در هند حتی برای یک لقمه غذا از سر و کول امدادگران بالا می روند. هند یکی از کشورهای آسیب پذیر است که بیکاری های ناشی از کرونا بسیاری از کارگران روزمزد مثل شیوا و کودکانش را در خطر ناامنی غذایی قرار داده. قبلا یکم برنج و لوبیا می خوردیم و هر جور بود سیر می شدیم، اما الان همه چی رو تعطیل کردن و بچه هامون همه گرسنن. فرزندان شیوا جز 25 درصد کودکان دنیا هستند که رشد ناقصی خواهند داشت. این یعنی 144 میلیون کودک. یک کودک از هر 4 کودک دنیا. این بار اول نیست که امسال راجع به خطر ناامنی غذایی هشدار داده می شود. اما درک آماری که دبیر کل سازمان ملل می دهد به سختی در ذهن می گنجد. ما به اندازه کافی غذا داریم که تمام 7 میلیارد و 800 میلیون جمعیت دنیا را سیر کنیم، اما در حال حاضر 820 میلیون نفر در دنیا گرسنه هستند. با رکود اقتصادی ناشی از بحران کرونا شاید این تعداد 820 میلیون نفر به 1 میلیون و 200,000 نفر برسد. امسال به علت رکود اقتصادی 5 میلیون نفر در دنیا به زیر خط فقر می روند. برای هر 1% کاهش در تولید ناخالص داخلی 700 هزار کودک رشد ناقص خواهند داشت. سایه گرسنگی بر سر فقیرترین و محرومترین کشورها سایه افکنده و اگر دست یاری کشورهای برخوردارتر به سوی آنها دراز نشود، بعد از کرونا با یک فاجعه مضاعف قحطی نیز روبرو خواهند شد. هشداری دیگر از طرف سازمان ملل. در نیجریه که 90 میلیون نفر یعنی 46 درصد جمعیت کشور روزانه زیر $2 درآمد دارند، ما به شدت نگرانیم و برای 6 ماه آینده 180 میلیون دلار پول برای دادن کمک‌های فوری به این مردم آسیب دیده نیاز داریم. تازه این آمار و ارقام مربوط به کشورهای بسیار فقیری است که با گرسنگی روبرو هستند. از نزدیک به 8 میلیارد جمعیت دنیا 2 میلیارد دچار سوء تغذیه هستند. چاقی و اضافه وزن ناشی از خوردن غذاهای ناسالم که کارشناسان از آن به عنوان گرسنگی پنهانی یاد می کنند. پیشنهاد سازمان ملل برای رسیدگی به این معضل 3 راهکار است. دنیا باید ارائه خدمات غذایی را یک ضرورت تلقی کند و کانالهای ارتباطی خود را برای نقل و انتقال غذا در نقاط آسیب پذیر باز نگه دارد، نه اینکه به خاطر جنگ یا اختلافات سیاسی این راه ها را مسدود کند. دوم، برنامه تأمین اجتماعی به ویژه برای کودکان با هدف دادن مواد غذایی مورد نیاز بدن به همه تقویت شود. سوم، سرمایه گذاری در غذاهایی که تولید آنها منابع طبیعی را از بین نبرد. در اینجا منظور سازمان ملل فاصله گرفتن از دامپروری صنعتی است که با انتشار 30% گازهای خطرناک گلخانه‌ای در جهان و تخریب جنگل‌ها و منابع طبیعی مورد نیاز بشر زندگی را بر میلیاردها نفر سخت‌تر می‌کند. سیاوش اردلان، بی بی سی. در پی اعتراض‌های گسترده علیه نژادپرستی، شبکه HBO فیلم برباد رفته را از سرویس آنلاین خود حذف کرد.
این فیلم که برنده اسکار هم شده، مزرعه‌ای نزدیک آتلانتا را بعد از جنگ داخلی آمریکا به تصویر می‌کشد. HBO گفته تصویری که این فیلم از بردگان و بردهداران ارائه می‌کند هم آن زمان اشتباه بوده هم امروز. همزمان شرکت پارامونت شوی معروف کاپس رو تعطیل کرده. این برنامه به قهرمانسازی از پلیس و تحریف مسائل نژادی متهم شده بود. دادستانی سوئد اعلام کرده که بعد از 34 سال هویت قاتل اولاف پالمه نخست وزیر پیشین شناسایی شده، اما این فرد 20 سال پیش خودکشی کرده و به این ترتیب پرونده مختومه اعلام شده. اولاف پالمه در سال 1986 هنگام بازگشت از سینما به خانه در شهر استکهلم هدف گلوله قرار گرفت. او محافظانش را مرخص کرده بود. بومیان منطقه نیکونا، آن قسمت از جنگل‌های آمازون که داخل مرز کولومبیا است، نگرانند که شیوع بیماری کووید 19 در برزیل به جمعیت کوچکشان راه پیدا کند. گزارشی ببینیم از سودابه هیدری. تهدیدی غیر قابل تصور. بومیان تاکونا نگران از دست رفتن جان و معرفت هستند. ویروس کرونا خطری جدی برای رهبران مسن و راهنمایان معنوی قبایل آمازون است. اگر رهبران معنوی و فرهنگی ما بمیرند، واضح جوانهای ما در آینده از فرهنگ و آداب ما چیزی یاد نمیگیرند. ما از این مسئله میترسیم. برای محافظت در برابر این بیماری همه‌گیر تحرکات رصد می‌شوند و پزشکان بومی مردم را آزمایش می‌کنند. این منطقه فاصله کمی با برزیل دارد که حالا کانون شیوع کرونا در آمریکای لاتین است. عفونت آن سوی مرز می‌تواند برای بومیان کشنده باشد، ولی شیوع بیماری روحیه آنها را پایین نیاورده. رقص سنتی ادامه دارد، حتی اگر مجبور باشند که ماسک بزنند. ده ها سال است که ساکنان آمازون از ساحلی به ساحل دیگر می روند، ولی با بیشتر از 1400 مرگ در کولومبیا آنها برای دفاع آماده شدند. و مهمتر از همه بزرگانشان که آگاهی ویژه‌ای از جنگل‌های بارانی و تاریخ مردمانشان دارند. سودابه هیدری، بی بی سی نیوز. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون از همراهی شما.